خب قبل شروع کردن این جلسه این نکته رو نیازه که بهش اشاره کنم. من تو صنعت ایران کار نکردم اصلا و سالهاست که خارج از ایران کار میکنم. به این دلیل خیلی از اسما رو یا فارسیش رو یادم رفته یا کلا نمیدونم که چی هست. پس اگر چیزی رو اشتباه میگم یا کلا یک کلمه بی ربطی براش استفاده میکنم، بابت موضوع معذرت میخوام و فکر میکنم مهم اینه که مفهوم رسونده بشه و فکر میکنم که این اتفاق میفته. خب و یه نکته دیگه این که جلسه قبلی قرار بود که به دو گزینه دیگه هم بپردازم، ولی همسایه گرامی چمنزنش رو روشن کرد و من نتونستم ادامه بدم. اون دو نکته رو با بحث امروز توضیح میدم. خب دوباره از این قطعه که داریم یک نقشه فنی ایجاد میکنیم و اینجا من این فیس رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. خب الان من اگر نیاز داشته باشم یک نمای دیگه به این اضافه کنم، میتونم دابل کلیک کنم و به راحتی به سمت چپ یا راست هر سمتی بکشم و نمای بعدی رو بگیرم، یا روی پروژکتت کلیک کنم، شکل رو انتخاب کنم و نماهای دیگه که نیاز دارم رو اینجا ایجاد کنم. یه نکته، نکته بعدی این گزینه هستش که شما میتونید یه دونه از این نماها رو انتخاب کنید و بعد یک خط رو انتخاب کنید و به نسبت به اون خط یک نمای دیگه ایجاد کنید. الان این خط صاف خب شبیه به این میشه. من میتونم این رو انتخاب کنم به طور مثال و با توجه به این یک نمای ایجاد کنم، یا دوباره مثلا این خط رو و این نما رو ایجاد کنم و من اینها رو پاک میکنم که خور خلوت‌تر بشه. اینجا گزینه بعدیمون اینجا دیتیل هستش که من میتونم یک بخش از قطعه‌مو فقط یه بخش کوچیکش رو مشخص کنم و اون رو بزرگتر کنم و توضیحات بیشتری بهش بدم. به طور مثال اول من بعد از انتخاب کردنش روی یکی از این نماها کلیک کنم، مثلا این، و مرکز اونجایی که میخوام تو دیتیل هم باشه رو انتخاب میکنم، کلیک چپ فشار میدم و یک دایره اینجا ایجاد میکنم. فقط توجه کنید که این لزوماً نباید دایره باشه و میتونه مربع هم باشه، فقط قبلش باید اینجا انتخاب کنید. بعد از انتخاب کردن دیگه این امکان تغییرش وجود نداره. خب میبینید که این یه تیکه که انتخاب کردم و دو برابر میکنه. من میتونم مثلا حتی پنج برابرش هم بکنم و اینجا مثل همین گزینه بیس انتخاب کنم که حالا رنگی باشه، خطای ندیدش مشخص باشه یا نه، و اینجا هم مشخص کنم که یک دایره صاف باشه دورش یا حالت شکستگی داشته باشه. این بیشتر سلیقه‌ای و استانداردیه و کلیک میکنم اینجا به من نمایشش میده و میتونم این تکسی هم که براش مینویسه رو با دابل کلیک اینجا حتی تغییرش بدم، چیزهای دیگه وارد کنم، یا حالا به این گزینه فرمت تکس بعدن به صورت جزئی میپردازیم. فکر میکنم که ازش چیزی نمون. حالا به طور مثال اینجا مربع شکلش میکنیم و این رو هم میزنم دایره کامل باشه و دیسپلی فول باندریش هم میزنم و این رو هم میذاریم روی شدیدش رو خاموش میکنم و اینجا میبینید که دوباره برش کرد و اینجا برامون نمایشش داد. این میتونیم جاوشش هم بکنیم. خب این بود جلسه امروز. میتونستم اینجا سیکشن رو هم توضیح بدم ولی این خیلی دستور پرکاربردیه و میخوام مثال بیشتری ازش بزنم، به خاطر همین به جلسه بعد موکولش میکنم با مثال های بیشتر.
شاد و خندون باشید.